گزارش ایوینینگ استاندارد چاپ لندن از کارزار اعتصاب غذا برای آزادی 7 گروگان اشرفی. اگر آنها باید زندگی خود را از دست بدهند حاضرند. وضعیت زنان اعتصابی در لندن واقعا بسیار وخیم است. 8 نوامبر 2013. نماینده پارلمان انگلستان مایک فرر: اعتصاب غذا موضع شجاعانه ای را نسبت به وقایع در اشرف و لیبرتی نشان می دهد. سلامتی اعتصابی ها موجب نگرانی است. سردبیر سیاسی روزنامه انگلیسی ایونینگ استاندارد در گزارشی از اعتصاب غذا در لندن نوشت: شماری از ایرانیان لندن نزدیک به 10 هفته است که در مقابل سفارت آمریکا در لندن دست به اعتصاب غذا زدند. آنها اعتصاب غذای خود را در سپتامبر پس از آنکه 52 تن از ایرانیان در حمله توسط نیروهای امنیتی عراق کشته شدند شروع کردند. اعتصابی ها می گویند آنها به اعتصاب و غذا نخوردن ادامه خواهند داد مگر اینکه ایالات متحده حفاظت ساکنان را تأمین کند. آنها می گویند اگر لازم باشد زندگی خود را از دست بدهند برایش حاضرند. نماینده پارلمان انگلستان مایک فرر از حزب محافظه‌کار که این زنان را ملاقات کرد گفت: این اعتصاب غذا در مقابل سفارت ایالات متحده نشان دهنده موضع شجاعانه است برای آنچه در کمپ‌های اشرف و لیبرتی به وقوع پیوسته. در نتیجه اعتصاب غذا بر سلامتی آنها تأثیر مخرب دارد که دلیلی برای نگرانی است. وزارت امور خارجه بریتانیا شدیداً حمله به اشرف در اول سپتامبر را محکوم کرده است. رئیس پیشین مجلس عوام بارونس بوتروید و سایر نمایندگان پارلمان این حمله را در یک کنفرانس در چرچ هاوس در هفته گذشته محکوم کردند. در آن حمله زنان و مردان از فاصله نزدیک به ضرب گلوله به سبک اعدام کشته شدند. حضور ساکنان در عراق که اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هستند برای نوری مالکی که دنبال روابط نزدیکتر با رژیم ایران است مشکل است.